بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 547 که عبارت از منری بورد ریویو پارت دوم می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم نمایم امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد شنوندگان گرامی السلام علیکم بخش جدید پولمنری بورد ریویو که فعلا خدمت شما تقدیم میگردد آوی مطالب است که در امتحانات ان سرویس مراکز تدریسی امریکایی از آن استفاده میگردد البته این نقاط در پیشن و امتحانات شما فوقلاده معصر می باشد به صورت فوقلاده خلاصه خدمت شما تقدیم می گردد امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گیرد ما منتظر نظریات و فیدبک های شما از طریق ایمیل ناصر اوریا ات می باشیم سوال سیوم خانم چل ساله که کدام پس می دکل هستری نمی داشته باشه با شما راجع می شه امرا با ازدیاد تدریجی اصرت های تنفسی جدی از شش ماه به این طرف اخیرا مریض بیشتر از دو بلاک به خاطر اسرت های تنفسی را گشته نمی از کدام تکالیف دیگر شاکی نمی باشه. نزد مریض تودی اکوکاردیگرام اکوکاردگرام صورت می گیره پولمنری پرشر 56 و شش مرکوری بلند می باشه. اگر این نقاط با هم دیگر وصل کنین تشخیص پرایمری پولمنری هایپرتنشن می دان. از شما سوال میشه که کدام یکی از پولمنری فانکشن تست های پایانی امرا با پرایمری پولمنری هایپرتنشن مطابقت می داشته باشه البته باید به خاطر داشته باشین در پرایمری پولمنری هایپرتنشن یگانه مشکلی که در پولمنری فانکشن تست دیده میشه کم شدن دیل سی او می باشه بناهن جواب درست جواب دی از دیوید می باشه اگر جواب دیر مورد مطالعه قرار بتین fv 1 over force vital capacity در حالت نرمال نرمال total lung capacity یگانه مشکل که می داشته باشه کم شدن دیل سیو می باشه بناهن تشخیص primary پلمونری hypertension می کنه جواب ای اگر مورد مطالعه قرار بتین FEV1 over force vital capacity کمتر از 70 فیصد increase total lung capacity دلالت با obstructive ventilatory dysfunction کم شدن و دلالت با امفیزیما می کنه جواب B FEV1 over force vital capacity در حالت نرمال total lung capacity کم شده دلالت با restrictive ventilatory dysfunction می کنه چون مریض ما دی سی او در نزدش بلند می باشه بناهن تشخیص شما پولمنری و خونریزی های ششها می باشه جواب سی اف وی وان اوور فورس ویتل و دی سی او در حالت نرمال می باشه جواب e, یا جواب پنجم اف وی وان اوور کمتر از 70 فیصد ابستراکتیو ونتیلاتوری دیس چون تی او در نزد مریض کم شده می باشه بناهن مریض رسترکتیو ونتلاتوری دیس ود ابسترکتیو ونتلاتوری می داشته باشه مرواریت هایی که در باره از این کیس دلچسب باید خاطر داشته باشین ایزولیتد کم شدن دی و یا دیفیوژن کپاسیتی دلالت به پلمونری واسکولار دیزیس یا پرایمری پلمونری هایپرتنشن و یا پلمونری می میکنه همچنان باید به خاطر داشته باشین مریضایی که در نزدشان انکریز دیل سی او و یا بلند رفتن دیفیوژن کپاسیتی دیده میشه همیشه باید با پلمنری هیموریج باید فکر کنین همچنان باید به خاطر داشته باشین مریضایی که اشتباه پلمنری هایپرتنشن در نزد از اونها میره ابتدا تست چویس در نزدشان 2D ایکوکاردیگرام متعاقبا باید توسط رایت هارت کاتتریزیشن تشخیص خود تثبیت کنین سوال چهارم یک مریض 56 ساله را به شما راجع می کنند امرا با استرایدر و ویزنگ البته ای دلالت به اپر ایوی ابسترکشن می کنند در حالت نرمال قطر تریک یا دو 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 نیم سانتیمتر و یا 25 میلیمتر می باشه اگر قطر تریک از 7 سنتیمتر متر و یا 5 میلیمتر پایین شوه معمولا در نزد مریض استرایدر پیدا میشه همچنان مریض برای شما اکاهم می کنه که سابقه تورم بینی گوش و همچنان احمرار چشمه گذشتانده می باشه. و پرایمری فیزیشن مریض به مریض ادویه میته و متاقب مریض خود بهتر احساس می کنه. همچنان در نزد مریض پلمنری فانکشن تست و یا فلو والیوم لوپ بر شما در اینجا نشان میده که در نزد مریض صورت میره از شما سوال میکنن که تشخیص و تداوی شما در نزد ازی مریض چی میباشه البته باید به خاطر داشته باشین میوره Y فلو که عبارت از لیتر پر سکند و میوره X عبارت از والیوم پر لیتر میباشه البته در قسمت پایانی که برنگ سرخ شما می بینین انسپایراتوری فلو و در قسمت بالایی اکسپایراتوری فلو را نشان میده. البته مریض ما در مرحله یا در فیز اکسپایراشن مشکلات می داشته باشه. یعنی قطع شده می باشه. بناهن هی مریض ما انتراتوراسیک اپر ایوی ایو ای، وریابل می داشته باشه. تشخیص مریض پولی کاندرایتیس و اپر ایوی انترا می داشته باشه معمولا مریضایی که اپر ایوی ابسترکشن می داشته باشن ایجاب سرژیکل انترونشن می کنه. بناهن جواب درست در اینجا جواب ای یا ادوارد یا جواب آخری می باشه. البته در این سلاید یک مریض پولی کاندرایتس بر شما نشان میتن که بنیي مریزمو اوښده ګوښه مریزمو اوښده همچینون تريکي مریزمو اوښده وا variable apparatusic abstraction میدوشته باشه میوره واي فلورا لیټر پر سیکنډیش اون میته میوره اكس واليوم اون میته آلت انسپایریشن نرمال به رنگ سرخ نشان داده شده آلت نرمال اکسپایریشن به رنگ آبی نشان داده شده اگر شما توجه کنین در اکسپایراتوری فیس مریض رنگ سرخ نشان داده شده یعنی یک آلت پتالوجیک می باشه یعنی تریکل ابستراکشن انتراتوراسیک وریبل می داشته باشه که البته تدویه مریضایی که airway او ابستراکشن و یا استینوسیس می داشته باشد در مریض های پولی سرژیکل انترونشن و مریض که تکالیف چشم تکالیف سیستم عصبی سیستم قلبی می داشته باشند معمولا از های دوز استیروید استفاده می گرده. البته مرواریت هایی را که در پولی باید به خاطر داشته باشین از نقطه نظر تداوی مریضایی که تکلیف چشم کاردیو تکالیف گرده تکالیف عصبی می داشته باشند معمولا از های دوز استروید معمولا در حدود 60 تا 100 میلیگرام پرنیزون پردنیزون پرده استفاده شده و به صورت تدریج استروید در نزد مریضا تپراف می کنند. اما مریضایی که ای او ابسترکشن داشته باشند از سرژیکل انترونشن مثل استنت پلیسمنت و همچنان ریزکشن و ریپیر در نزد مریضا صورت می گیره. البته شما میتونین از نن انویزیف پازیتی پریشه میکانیکل مثل بایپپ پری و پوست آپ هم استفاده کنین. البته در این سلاید از امتحانات مختلف فلو والیم لوب و پولمنری فنکشن تست گرفتن بر شما در امراض مختلف نشان میده. حالت نورمال، البته باید خاطر داشته باشین میوره وای فلو یعنی والیم اوور تایم یا لیتر پر سیکن می باشه میوار X والیوم نشان میته در قسمت بالایی اکسپایراتری فیس یا فیز زفیری را نشان میده در قسمت پایانی انسپایراتری فیز نشان میده که البته ای یک حالت نرمال میباشه شکل تخم مانن و یا بیزوی میداشته باشه مریض های سی او پی دی باید به خاطر داشته باشین که انسپایراتری فیس که به رنگ سرخ نشان داده شده نرمال می باشه آلت اکسپایراتری فیس به رنگ آبی نرمال می باشه اما مریض سی و پی دی شکل و یا شکل سی به خود می گیده. یعنی به صورت نرمال اکسپایراتری فیس نمی باشه شده می باشه اگر به مریض ها برانکو دایلیتر بتین اگر که خط و یا کوروی سرخ به طرف آبی نزدیک شود، معمولا اسمتیک ریسپانس و یا سیگنیفیکن ریسپانس میگه که در حدود بیشتر از 200 مل و یا 12% می باشد. معمولا در مریض های سی و پی دی سیگنیفیکن ریسپانس به برانکو نمی داشته باشند یعنی FEV1 در نزد مریضا کمتر از 200 ml و کمتر از 12% امپروف می کنه. البته باید به خاطر داشته باشین در اینجا برای شما میوار Y Flow میوار X والیوم پایان به طرف پایین انسپایرتری فیس به طرف بالایی اکسپایرتری فیس رنگ آبی آلت نرمال رنگ سرخ آلت پتالوجیک می باشن. البته این مریض ما هم expiratory phase و هم inspiratory phase معوف شده می باشه یعنی مریض fixed upper airway obstruction و یا tracheal stenosis می داشته باشه البته در این کرف باز هم می واره y-flow می واره s-volume اگر در اینجا شما توجه کنین expiratory phase که در بالا برنگ صفت نشان داده شده حالت نرمال inspiratory phase مریض معوف شده می باشه یعنی انسپایر فیس به درستی که به رنگ آبی نشان داده شده نبوده بلکه به رنگ سرخ می باشه ایرا به نام وریبل اکسترا توراسیک اپر ایوی یاد می کنه. در اینجا بلخلاف اگر توجه کنین انسپایراتوری فیس در آلت نرمال می باشه اکسپایراتوری فیس که در آلت نرمال برنگ آبی نشان داده شده اما آلت پتالوژیک یا مریض ما به این شکل اکسپایراتری فیزش قطع شده می باشه که ایره به نام وریبل انترا توراسیک اپر ایوی یاد می کنن. در گروپ پایانی به طرف راست البته میوار Y flow و میوار اکس والیوم نشان می, می ده اگر شما توجه کنین در آلت نورمال رنگ آبی اکسپایراتوری فیس و انسپایراتوری فیس می باشه اگر شما توجه کنین هم فلو و هم والیوم اردویش معدود شده می باشه تقریبا شکل خشت به خود می داشته باشه که ایره بنامه Restrictive Ventilatory Dysfunction مخصوصا پرانکیمل لانگ دیزیز و پرانکیمال دیزیز یعنی انتسیش لانگ دیزیز می داشته باشه برخلاف در اینجا هم اگر شما توجه کنین خط آبی آلت نرمال اکسپایراتوری فیس فیس و مریض ما در اینجا تقریبا یک شکل بیزوی یعنی هم فلو و هم والی معوف میشه معمولا این مریض ما مسکولر دیزیز می داشته باشه یعنی Restrictive ونتلاتوری دیسفانکشن اما مسکولر انوالومنت می داشته باشه البته باید به خاطر داشته باشین مریضایی که ماسکولر دیزیس می داشته باشن هم میتونن رستریکتیو ونتیلاتوری دیس داشته باشند. معمولا در نزد از این مریضا دی ال سی و نورمال می باشه اگر مریضا پرانکیمل دیزیز داشته باشند در اینجا هم رستریکتیو ونتیلاتوری دیس دیده میشه معمولا دی سی او در نزد مریضا یا دیفیوژن کپاسیتی در نزد مریضا پایین می باشه. البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب می کنند اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریت های در قسمت هستری فیزیکل اگزامنیشن، ماینات لابراتوری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود دارد. که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین آیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین. بناهن شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی اجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشد. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما حرز می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل انترنت بسازیم بنابراین یک سیسل اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و, و اسپیلینگ در اینجا وجود داره ما یقین کامل داریم با بزرگواری که داریم این ای اشتباهات ما را افوه می کنی. همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفع ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتبه وبسایت و فیسبوک دکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا اتیاهو تماس آسل کنید. تا کیس های بدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم.